با درود و عرض ادب، اینجا رادیو دل است. اینک در این برنامه داستانی فوق‌العاده زیبا، شیرین، کوتاه و آموزنده که با تلاش همکاران هنرمند رادیو دل تهیه و تدارک دیده شده است که به سمع و نظر شما عزیزان میرسد. This is Heart Radio. You are listening to me from bottom of my heart. The heart is the house of love. روزی پادشاهی اعلام کرد: به هر کسی که بتواند آرامش واقعی را در یک تابلوی نقاشی به تصویر بکشد، جایزه گرانبها خواهد داد. بسیاری از هنرمندان و افراد عادی در این مسابقه شرکت کردند. در پایان پادشاه همه تابلوهای نقاشی را نگاه کرد و از میان آنها دو تابلو را پسندید و تصمیم گرفت یکی از آنها را به عنوان برنده انتخاب کند. اولین نقاشی یک دریاچه آرام بود. دریاچه مانند آینه‌ای تصویر کوه‌های اطرافش را به زیبایی منعکس می‌کرد. بالای دریاچه آسمانی آبی با ابرهای زیبا و سپید بود. هر کس این نقاشی را می‌دید، حتما آرامش را در آن می‌یافت. در تابلوی دوم کوه‌هایی بود ناهموار و پرصخره، آسمانی پر از ابرهای تیره، باران می‌بارید و رعد و برق می‌زد. از کنار کوه آبشاری به پایین می‌ریخت. در ظاهر نقاشی اصلاً آرامشی دیده نمی‌شد. اما پادشاه با دقت نگاه کرد و پشت آبشار بوته‌ای کوچک دید که از شکاف یک سنگ رویده بود. در آن بوته پرنده‌ای لاله کرده بود و در کنار آن آبشار خروشان و زیر آن ابرهای تیره و تار، پرنده‌ای در لانه‌ای با آرامش نشسته بود. پادشاه نقاشی دوم را انتخاب کرد و گفت: آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد یا کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان این همه هیاهو، مشکلات و سختی ها بتوانی ذهن و روحت را آرام نگه داری.